دوش آخر رو میگیره این دسته، کفی رو میگیره این دسته، دوتا رو با هم میکشی، نه یکی یکی ها، دوتا رو با هم میکشی، نگات به کنگیشکه باشه، به ته که رسید ول میکنی. ملتفت شدی؟ آره بابا بلدم خودم. باریکلا بزن ببینم. زدی نادر در رو در رو صدای چی بود مادر؟ صدا؟ هیچی بابا شیشه شکست. شیشه؟ میشکنه دیگه. بیژن چطوری؟ این پلو تو داری. لیلی خاله برو غذا عموتو ورده بیار. چشم خاله گلنسا حواستو جمع کن ناده جون. شیش تا عبا قیتون دوزه، سه تا قبا. میبری در بنگات اجارتی رضا قلی خان، میدی دست آقات. به پای وقت گم و گور نشی مادر. نترس بلدن. بلده. اینا نهاره اما حسن خیلی گلنسن. آچه من هم میخوام برم بازار. آقا دختر بازار. راست میگه بازار که جای دخترا نیست. چرا؟ اتفاقا خیلی هم جای دختر است. من بازار دوتا آچه بگو منم ببرم. بیبرش نادر جان، اینجا تنها میموند زیق میشد. خاله ملقا من باید حواسم به این عبا و قبا ها باشه ندازدنشون. نه ترس اونش به من را بیافت. منم میام. بیا بیجن نهار آقات هم تا ببرم. اه چشم. از دست این دخترا. لیلی جان احتیاط بازار که جای دختر. الهی که کتلی به جونت نیفته، الهی که ذلیل نمیری. من از دست تو چیکار کنم آخه؟ زدی تمام شیشای مردمو شکستی. قارونات دارم ننه، میخوای واسم بزنی؟ تقصیر اون نبود ننه، اصلا خطای من بود. خوبه خوبه لاف پوشونی نکن. من اولاد خودم خوب میشناسم. اگه این بچه من تو امامزاده داوود باشه یه شیشه تو بیبی شهربانو بشکنه، من میدونم این کار حسن آقای حسینی قشنگ است. عیب نداره تاج خانم، فدای سرت، قضا بلا بوده. وا مگه میذاره کبرا خانم یه شیشه سالم تو در همسایه باقی نذاشته؟ ارواح خاکی آقا کارو من نبود ننه. بیا بریم دیگه. الهی دردت بخوره تو جون. روزنامه روزنامه نخست وزیری قوام السلطنه، روزنامه روزنامه صد خورده قبای نظامی و قبای چریک شاه سبن، روزنامه روزنامه. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. برایی؟ الحمدلله. سلام آج آقا. به به سلام آقا. باریکالله چه ادبی. پسر چی هستی؟ پسر میرزا حسن ایرانی، تو بنگاه تجارتی رضا قلی خان کارم. خطا باریکالله، عجب بلاغت زبانی. چه فرمایشی دارید آقا؟ اون عبا چنده؟ برای شما پسر گل شیش تومن و چهار گرم. یه عبا رو چند میخری؟ به به چه بخیه های منظم خوبی. کار والده مکرمه است؟ با اجازه شما ولی. هر عدد چهار تومن و نیم خریدارم، اما نه از شما، بزرگترتون باید بیاید. شما قیمت تمام کنی بسرد نمار از آقا میگیرم میام. حالا گرفتاره. قیمت رو چه عرض شدم پسر گل؟ هشت تومن سر راست. به خاطر ادب و کاردانیت جناب عالی چهار تومن و هشت گران آخرش. معامله انجام شد. بابت چه معامله نمی کنم. معامله با بزرگتر. گواه هم نمی خرم. شما پول ندین، یه دستخط جناب عالی کفایت میکنه. ان شاءالله وقت نهار با آقا میام پولو میگیره.
فتبارک الله احسن الخالقین. اسمت چیه فرزند؟ نادر. شش تا عبا، سه تا قبا. گفتم چه قبا نمیخریم. نادر. حقا چه در این دور زمانه نادری. خوشا به سعادت والدین شما. بفرمایین، اینو میدین خدمت ابویتون، تش میارن پولشو میگیره. خیلی ممنون آقا. بزرگواری فرمودید. بارک الله. سلام نادر جون، کجا بودی بابا؟ دیر کردی. آقا جون میدونی چیه؟ آقا جون من این چیه؟ پول عبا. هر دونه رو 4 تومن و 8 قرون فروختم. تو غلط کردی؟ زود برو ازش پس بگیر. برو. از اینجا که بهتره. تو هر کدوم 18 قرون فرقش. وای باریکلا. اینو میگن کاسب کار. منو نگاه کن عمو جون. باریکلا. نادر جان برای عمو بگو ببینم چیکار کرد. هر روز که از دم اجرا رد می شدم دیدم قیمت اون عبا خیلی بیشتر از اینی که شما داریم می ری. خب منم فروختمشو که نرم کمتر زحمت بکشه، فرصت کنه شما نهار بپزم. باریکلا. وای با. به خدا این جواهره، اینو روزی 200 بفرستش پیش من. جون شازده جونم، تاجری درست کنم ازش که رضا قلی خانو بذاره تو جیب کوچیکش. نه بهتر اون بره مدرسه. دست و مشت جداست آقای ایرانی. من مدت هاست دنبال همچین شاگردی میگردم. این معدن طلاست. من برای روزی 2 ساعت 2 قرون بهش میدم. اون باید به درس و مشقش برسه. نادر جان برو این قهوه خونه 3 تا دیشلمه بگیر تا من با پدر طرف بزنم. بودو. نه من خودم میرم. نه خیر، محال ممکنه. شما بفرمایید بشینید، در مورد ملک گیلان با هم که حرف بزنیم. راستش از همون شبی که حاج قاسم در موردش با هم حرف زد، در موردش خیلی فکر کردم. حالا یکی رو فرستادم ببینم چی به چی و حالا چی کارش میشه کرد. برو عمو جون دیگه، برو دیگه، برو قهوه خونه، برو 3 تا دیشلمه بیار. دی برو دیگه. سلام آقا ایرانی. سلام آقا جون. سلام علیکم. بلندشو سر سفره خوب نیست. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. معلومه مادرزن دوستت داشته. چرا قسمت دیدی؟ بفرمایید. خوش اومدی بچه ها. غذات هم که آوردی. خب. چه خبر این وقت روز؟ کارم از دست دادم. یعنی چی؟ هیچی. قرار شد من بیام چاپخونه پیش تو، نادرم بره پیش رضا قلی خان. نادر چیه؟ پسرم دیگه. مزا میکنی آره.
نه جون تو، بروجک عباها رو برده هر کدومو 4 تومن و 8 قرون فروخته. اینم پولش. به کی؟ یه حجره تو بازار. والا 100 سال دیگه هم عقل من یکی قد نمیداد. بابا ایفر باری کلو بچه کاسب شده، چه از این بهتر؟ گفته روزی 2 قرون هم بهش میده، ولی من هنوز جواب ندادم. بگو جون تو. جون تو؟ میترسم به درس و مشقش لطمه بخوره. ای بابا حالا ملا نشه، بیشتر این بازاریار اسمشون رو بلد نیستن بنویسن، اما 100 تا طبیب و ملا رو میخرن و آزاد میکنن. بس به سرکار بچه، این رزقالی هم انقدر که نشون میده آدم بدی نیست. بس بره. مطلب کوچیکی نیست. باز فکر کنم. کوفته بخور. به به. عجب کوفته ای. این کوفته خوردن داره. برادر من، اخر شیطون بیا پایین. با روزی 2-3 ساعت کار واسه بچه به این باهوشی اتفاقی نمیفته. بس بر سر کار. یه خبر خوبی هم واسه دارم. روز سعدیه، بخوره بگو. میگه شاید چاپخونه رو با یه تیکه از زمینم تاخت بزنه. خب بقیهش هم یه جوری پرداخت میکنه. بذار من وسط بیفتم با شرط بزنم. آره. راستش توش موندم، هر طور شده وقت آقای سامو نجاتش بدیم. چقدر دوا، چقدر حکیم، چقدر دکتر فرنگ دیده. نشد که نشد. 100 بار گفتم حاج قاسم، خودم برات میرم خواستگاری زن میگیرم، بچه هاشو با هم بزرگ میکنیم. زیر بار نرفت که نرفت. سرون آخری حاجت همو از امام رضا گرفتم. اگه تا چه ابا دیگه بدوسی اجاره خونه جور میشه. وا اینجا زندونه، دوستا خونش میگن. قل از عرض آقا اینه که اینجا واسه کسی بشقاب کله کود دلم و شامی نمیکشن. باری کلا رستم پاشه بذاره اینجا، یه ماهی کریم شیرهی میره بیرون. تازه اگه بره بیرون از من میشرفین تا اوضاع خرطوخره، 1000 چوب بردارین بیارین و ببرینش. دوسیهش از دست من بره بیرون، دیگه کاری از دست رضا شستی رم ساخته نیست. از ما گفت من مرتفع بفهم اینا رو به من ببیننش. تو برای من بیا پنجلی، تو با من بیا. Thank you.
چه حالی شاخی نبود؟ به حسام شاخی نبود از زهر مور هم تلختر است. به به لیلی، کلی واسهای قشنگ داری؟ بیا بغلی دادا. برو دیگه آخاته، خوب بیا پدرت رو ببوس. بیچوره فقط دوست دوست خونه کنده است، لیلی هم دور نمیشناسد. مرد باید جذبه داشته باشد. ای دوست، خیلی وقت است که خودت رو در آینه ندیدی. چقدر پول گرفتن اینها که میرغضب هم به من با احترام می‌نگره؟ بیچاره میرزو حسن هرچی داشت داد، گفت تو نوروز پول درست میکند که تو آزاد شوی. با کدام پول؟ با پول زمین هایش. قرار شد که یک از همه اونها رو بخرد. مرزا حسن جانی من است، رفیق مثل او رنج زندان را آسان می کند. وقت تمومه، بیار بشین. گریه کردی؟ گریه؟ نه، بیا اینم بانجه کن که میخواستی. راستشو بخوای یاد آقام خدا بیامرزو کردم، خاطرت هست؟ میگفت آدم باید یه تیکه زمین داشته باشه تا ریشه کنه. یادمه، میگم میخوای یه تیکش رو برای بچه همون حفظ کنی؟ اگه تو بخوای حرفی نیست، اما اگه به من باشه حاضر نیستم حتی یه درخت گردو رو حفظ کنم که چش بچه هم پیش باشه. هر جمله تو از تای دل نگفتی دست و پا هنایی. گفتم زمین و زمان من توی، از جون که عزیزتر نیست. حاضرم جونمو بدم اما خار تو دست تو نره. باج و خراج قزاقا رو که دادیم آقا حسام آزاد کردیم، با تتم بموندش همینجا رو میخریم. خونه یه جادار خوبیه. ما اسباب میکشیم اون ور، حاج قاسم این ور، آقا حسام هم بغل دست خودم. بده نه، خیلی خوبه. خدا من خیلی دوست داشته که تو رو نصیبم کرده. حسن آقا مواظب باشه. خدا دلیل نکنه حسن آقا، من از دست تو چیکار کنم؟ وای حسن آقا به خدا نمیزنم. حسن آقا نیوم رو خواهی بگیرش. باز چی شده؟ وای گلیزه، حالا چرا حسن آقا
حسن آقا بیا بیرون از آب میچای. الهی که خوره به جونت نیفته حسن آقا، من از دست تو چی کار کنم؟ حسن آقا میچای. کبرا خانم تو رو خدا بگیرینش این بچه رو، باید ببرمش همون، سر و جونش شده پر رشک. ماشاءالله به این بچه ننه حسن، برف شما گوش نمیکنه، برف ما گوش کنه. نادر بیژن رختاتون رو برداریم میریم بازار. بیا آقا جون برگشتنه برات میگیرم، خودو بیا. سلام آقا. سلام علیکم. ای پسر دوتا بشقه بزنی بچه ها بخورن. مسلمو چشت به بچه ها باشه. تو خیامو برن گردن تو خورد میکنم آقا. سردار سپه رئیس الوزرا بفرمایید. آخرین خبر، آخرین خبر، متن اعلامیه سردار سپه رئیس الوزرا. بله گنده ببینیم ببینیم چه خبره. کجا بچه ها؟ مگه نگفت چایی نری؟ همین جاییم، دای واگار از غالفان. باریکلا، باریکلا، مبارکتون باشه ایشالله. متن اعلامیه وزیرالوزرای جدیدتون رو خوندی؟ وای چه وحشتناک. مزاح میفرمایید حاج قاسم. ملک فرنگ که ریزن که بخوام شما رو مجاب کنم ها، ولی باور کنید به جون این شازده جونم، به جون شازده جونم این معامله هیچ نفعی بر من نداره. من واقعا فقط از رو نودوستی و این که خواسته باشم خدمتی کرده باشم دارم این خریدار رو انجام میدم. مگر من کجا و خطه شمال کجا؟ ببخشید رفت. میگم اگه پشیمونی بریم چی شد آقا؟ بشمارم یا نه؟ اگه پشیمون شدید به من بگید، منم گرفتاری زیاد دارم عزیزم. خب چی کار کنم برات حاج قاسم؟ وا تو چرا عقد کردی بیژن جون؟ چرا با قیزی؟ وا خب کاسبی همینه دیگه عزیزم. خب آقا چی کار میخواید بکنید شما ها؟ قبول رضا قلی خان، تمومش کن. مبارکه. خب من 10 تومن هم میذارم روی این پول به خاطر اینکه نادر جون لبخند بزنه. حالا 1، 2. میگم شما هم 5 تومن یا قیمت چاپخونه بیا پایین. مبارک باشه. خیلی خب مبارک باشه. حالا شما دیشتمه میخوری یا ترس؟ فرقی نمی کنه، چایی رزقلی خانو هر کی بخوره مریض نمیشه. خیلی خوب ناده، برو چند تا چایی دیسلمه وردار بیار. بادو چشو مبارک ایشالله به سلامتی. میگم جدی کیسه رو ندوزیدا، من الان تو حساب کتابم زیاد پول ندارم. یه 5-6 ماه قشنگ باید صبر کنیم. دیر میشه رزقلی خان، 2300 تومن واسه آزادی آقای احسام لازم دارم. وا یعنی اون همه پول و پیشکشی که دادی دفاقه نکرد؟ ای بابا، به جایی نرسیده بود که تا حالا اعدامش کرده بودن. این فراش باشی که من میشناسم تا پول و نگیره دست بردار نیست. امروز خیلی بتونم بهتون بدم 300 تومنه، حداقل بعد یه 4 ماهی صبر کنید. البته مگه این که مگه این که چی؟ گرفتارم رضا قلی خان، قرار گذاشته بودیم. تو بهش بگو پنجلی.
راست میگه دیگه بابا رزق قلی، انقدر نچلنش بنده خدا رو، الان عجب قزاق میاد پول بگیره. راست میگه خدا شاهده، الان سر کلش پیدا میشه. خیلی خوب گرفتارید، بعد یه چیزی کم کنید تا من بتونم از یزدگلی کسی یه نزولی بگیرم، کارتون را بندازم. کم کن، هر چی میخوای کم کن، جون اون بنده خدا در خطره. پس مبارکه. گفته باشم تا عید نوروز باید سر کن، یه خبر مجانی هم برات دارم. خیر باشه ایشالله. بناز خاله کرمو اعدامش کنه، گفت دلش میخواد ببینه. خالو کریم؟ آره. مگه چیکار کرده بیچاره؟ خاله قربونو دسته به شیش دور. نامردی سراغ ما آمد، اما من سراغش نرفتم. خاله قربان ساخت پاخ کرده، دنبال فرصتم تا تقاص میرزا رو نستنم. کرد نیستم. آره گفت فرده میخواد ببینه تو، حالا خود دانی. تا عید نوروز. بچه ها را بیفته. انجلی. بله آقا. حالا آقا احسانو چجوری آزاد میکنه؟ اون با ما آقا جلو دوست خونه ما شلوغ را میندازیم. بگو خوب. خوب بعد شما باید کالسکه میرسی. بگو خوب. خوب به چی؟ بعد یا اون میریزن و اوزا شتلگاف پلنگ میشه. بگو خوب. خوب بعد رجب قزاق آقا احسانو میار و میسپره به شما. بگو خوب. خوب به خوب به جمال کار تمومه دیگه. خب به جمال خودت. طبق رأی دادگاه نظامی خالو کریم کرد قاتل سردار آزادی خواه و وطن دوست، خالو قربان که پس از جنگ با یاغیان گردنکش گیلان از سوی سردار سپه به مقام سرهنگی نائل شده بود، به شد مجازات محکوم و حکم صادره در ملاء عام اجرا در می آید. هر چه کردم برای وطن کردم. به حرمت حضرات کرد یک سگ خائن را کشتم. خلاص. بچه اولا این سربند حرمت داره. تو ویلا ورشتا بدش با اوپیا. Yeah.
میبریم میرزاش میبریم. من شجر الواعظی میخواهم سخنرانی بکنم. آی ایها الناس، وطن به باد رفت. من نه دولم
نه سلطنه، نه راهزن سرگردنه، گلاغبا نبد به سر، گیوه صد پاره به پا. مردم والا مملکت صاحب میخواد. آی ایوه الناس جمع شوید، منم شجر الواعظین، میخواهم سخنرانی بکنم. آهای مردم، من نماینده پا برهنه های چاله میدونم، جایی که سوق آبش پر مرداره و شکماشون از گشتگی به پشتشون چسبیده. شیخ نصرالله با سر سفره پررنگ نشستی زده بالا. مردم والا این مملکت صاحب میخواد، یه مرد میخواد. بپرسین کدوم مرد؟ مردی مثل رضا، یه مردی مثل رضا خان که طعم گشتگی و چشیده باشه و درد اونا رو بفهمه. یکی که دلش بخواد پاپتیام ای بی چلو بخورن، کلو بخورن، خورش بخورن، خورش شیشنداز بخورن. چته؟ من که هنوز جمله منعقد نشده. چرا؟ چیه؟ اجازه بده نقاط بشه. خوشم که دست طبیعت گذاشت در بار، چراغ سلطنت شاه بر دریچه بار. کردن مدرس، نمایش طرفداران جمهوری در گران هتل بوده تمام نشده. روزنامه کودک خوردن مدرس، روزنامه بوده تمام نشده. کودک خوردن مدرس. چه اقدر جیه جیر بکنی؟ نمیخوام که بخورم ات بسه. ناده چطوری رو هم؟ خوبم. تو چطوری؟ جغله؟ جغله خودتی. مایه خریدی؟ مایه نمیبینی. چه خریدی؟ به تو چه؟ با گنگیش که من تاق بزنی؟ نه آخی، ما دیگه اصلا با تو حرف نمیزن. چرا؟ خب معلومه دیگه، تو کله همه گنگیشگاه رو میکنی. اونو اگه آزاد نکنی به ننت میگم آه امروز نیومدی مدرسه. تو با ننه ما چی کار داری؟ کار دارم دیگه. خیلی خوب با ولش میکنه. خب ولش کن. راست میگه. باش این هم به خاطر شما. آقا اسم بریم باش شلامتون رو بگیرید دیگه. یالا بگیر آقا جون، مواظب باش تو اون که آب از دستت نیفته. بی ارزا آقا داریم باش شلام بگیرید دیگه. بدونید دیگه باشه.
مراز 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 منه مایو کنه بیل گریوه Моя жена, о, как красивая, шохи наводи нам. Им хама нухра увардам, ки пеши пахаят бириза. Чара нами хам? Агар ин забон ро нами дошти, гурх ту ро мехур. Гурх хурда асу маро, ширин забон. تنی نیم جان را پیشکش آوردم نمیخواهی با گلدان بر سر این نیم مرده بکوبی دل را با پایت میاندازم دل داری من برم چه بقای بسرت آوردم کاسبیه و یه لقمه نون حلال واسه زن بچه‌مون میاریم هم میتونیم شبنامه چاپ کنیم و درد دلمون رو به مردم بگیریم منو چاپخانه؟ اونش با من خودم یادت میدم سپاسگزارم من باید با کشور شوراها برگردم آسمون همین رنگه اونجا هم حلوا قسمت نمی کنه آره آقا آیسان بی خود زن بچه رو آلا خون بالا خون نکن بالاخره سبانی هم باشد میگویند هنوز آنجا ایدهی به دنبال عدالت میگردن زحمت بی خود میکشی یافت می نشود جسته این ما معصومو چه قربانی گیر آوردین بچه هلاک شد هنوز گردن نگرفته تا 40 روز هیچ بچه‌ای حق نداره بهش نزدیک بشه خاله کمرو خون من بلدم من چرا بغل کنم شما بچه تو شکن دارین نمونه بالا سنگی بلند کنی خب بده نمیشه ترش و شیرین حرف نزن بچه خاله کمرو الهی قربونت بره بیا گل نسا جونی بچه تو بگیر که هلاکش کردن بچه هم دیگه ایشالا زنده باشم چی قاخوش رو گولیسا خب اسد جون تو هم بلند شو برو پیش آقات همش مثل کنه چسبیده به من با خوارچهش رشک بکنن آره اسد خاله محلقا راست میگه معلوم است که راست میگویم حالا با بچه یاد میدهی که خالش دروغ چی شده است سلام علیکم بفرد
هستم. بفرمایید اینجا نرتره. نه 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 بیشیم بیشیم اونجا جای پیر من پاس آدمی کن بقید اینجا. شما دو توی که ماشاءالله قند بودین این دیگه شد قند مکرر. خجالت زدم کردم. خجالت زدم کردیم برکی مامون رفیق چی بس بفرمایید دهنتون شیرین کنیم. خب به سلامتی قدم سبو که عمرش دراز زیر سایه مرتضی علی. ایشالا وقتی پسر خودت به دنیا آمد اون وقت میبینی شما دعا کن سالم به دنیا بیاد. پسر دخترش فرق نمی کنه. نعمت خدا. ایشالا خواهم میخواست نجات چه بدم؟ هدیه امام رضاست. اگه پسر باشه به رضای زامن آهو اسمشو میذارم رضا. ای دختر بشه چه؟ کجا میری اصلا جو؟ به یاد مادر خدا بیامرزم فخر و سعادت. ایشالله که دخترم ای قبیسی و حرف نزن لیلی برا اون خونه شهنامه گوش کن. ای آتا میخوام بدونم. روزنامه رو خوندی؟ نه. خلیفه عثمانی استعفا کرد آتاتورک هم شد رئیس جمهور ترکیه. از کل عثمانی مون یه ترکیه. مزاح میکنی؟ راست میگویه. انگلیس برای عثمانی و ایران یک خواب دیده است. میر غضب دوستا خونم نتونست از پس تو بر بیاد. شما خسته نمیشین انقدر از سیاست حرف میزنی؟ مگه قرار نبود شاهنامه بخونین میرزا حسن؟ لیلی نادر جان شیرینی و تعارف آقایی بود. دیشب گذشته تا اونجایی گفتم که بیژن ایرانی به فرمان افراسیاب تورانی به انتهای چاه افتاد. وقتی این خبر به گوش جهان پهلوان رستم رسید 7 گرد ایرانی رو جمع کرد در لباس بازرگان به طرف توران حرکت. آمد و آمد و آمد و آمد پرسون 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 تا رسید سر چاهی که بیژن در انتهای اون چاه زندانی بود. جهان پهلوان نگاهی به 7 گرد ایرانی کرد و گفت بباید شما را کنون تاختن سر چاه از این سنگ برداختن. بینداخت بر بیشه شهر چین بلرزید از آن سنگ روی زمین. جهان پهلوان چنگ انداخت سنگ رو گرفت با یک حرکت پرتاب کرد به طرفی. نگاهی کرد به انتهای چاه بیژن رو دید در قل و زنجیر زار و نزار. بیژن نگاهی به بالا کرد تهمتن رو دید از همون پایین نالید بدینسان که بینی مرا خانمان ز آهن زمین و ز سنگ آسمان. ندانی تو ای مهتر شیر مرد که گرگین میلاد با من چه کرد. بلند آفتاب منو گرز و میدان افراسیاب. چی بچه دامه در واسه داری میخندی؟ باره پیکاره با رضا قلی خان کارده دیگه
اینجا. این آقا باهاش کار داره. آقا جناب عالی کی باشه؟ آقا ایرانی دیگه. صد دفعه برامون چای آوردی. آره میشناسمش. رضا قلی خان رفته پیاله فروشی سر گذر. میشه بیایم بریم ما هم صداش کنی؟ اگه کار نداشتم پیتون میمدم. میبینی که سرم شلوغه، کار دارم، قهوه خونم شلوغه. چرا وایسادی پا به پا میکنی؟ برو دنبالش. چای برم آقا شما برو چای. یا تو همو جون بیا تو نادر نترس بیا همو نریم شاگرد بعد به حرف اوستاش گوش کن بیا تو همو بیا تو دیگه بیا تو نترس همو جون بیا 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 ببینم چی کار داشتی خب چی کار داشتی آقا با تو کار دارم آه میدونم چی کار بام دارم بگیر لغمه رو بگیر لغمه رو نمیام اول اسباق شما رو خود قربون دستت خوش اومدی رضا قلی خانم بگیر استاد محجوب باری کرد عالی بود حالمون رو بود آره بابا کرد نگونده آخه مراسم تاجگذاری اعلیحضرت رضا خان امیر پنج روزنامه مراسم تاجگذاری اعلیحضرت رضا خان امیر پنج مبارک انشالله روزنامه بدم خدمتتون نه آقا جون لازم نداره روزنامه انتظاری جدید بر شما مبارک تا بوده همین بوده و تا هست همین هست این روزا همه جا شم هست منتهای مراتب امام حسین پیدا میشه اینم کار ای خودی زن و بچه رو آلاخون والاخون نکن هر جا که بری زمین خداست بمون پیش خودمون با هم کار میکنیم یه لقمه نون در میاریم با هم هم میخوریم اینجا سکوت هست آنجا فریاد حرفای میرزا یادت رفته آقا احسان سکوت پچ پچ طغیانه کجا میخوایی بری برادر ما از موده ایم در این شهر وقت خیش باید برون کشید از این ورطا وقت خوش رزا قولی خان داره میاد سل گنده اگه بریم مراسم تاجگذاری اعلی حضرت رضا خان میر پنج مبارکش سلام علیک راحت شد کی؟ بابا احمد شاه جونم رو میگم دیگه الان رفته پاریس داره کیفشو میکنه شاهی هم شد کار اولالا به به چی قشنگ
ایشالله به میمنت و شادی. بی عزیزم اینم سند. راضی نباشی راضی نیستم. راضیه راضیم. سر تا سر این خیابونم که بخوای بهت میفروشم. الان وقت وقت تجارته، نه زمین داری. حالا بفرمو دهن تو شیرین. نه حاج قاسم، با خورما نباید قربونی بدی. به میز حسن بگو گوسفند درسته رو فرستاده چالمه، میگه بالاتر از اون حرومه. وا چه وحشتناک، این چه نقلی که میفرمایید حاج قاسم؟ این گدا گشنا که قدر گوشت شیشک رو نمیشناسن، حرومش میکنه جون حضرت عالی. این همه عیون اشراف حرام میکنن، بذار یه شیشکم بچه های چاله میدون حرام کنن، کفت که نمیشه. خب بله، اینم یه نقلیه برای خودش. آقا ایرانی بازم میگم این نادر رو به من تحویلش بده، یه تاجر خوب به تحویلش بدم. ماشالله باهوشه. اجازه دهید ما خانه رفته بارو بندمان را ببندیم. خیر باشه انشالله. کجا؟ با کشوری شوراها. واه چه وحشتناک، میخوای بری پیش اون گلچماغا چی کار؟ خب تیربارونت میکنه. بسیدنه سیاه خراش هست بسیده. مبارک باشه، شالا سفرتون به خوبی خوشی. حالا که داری میری دیگه چرا داری گریه میکنی؟ نمیدونم، من خیلی دلم زیق شده است، فقط میخواستم وطنم برم، بازی باشش مجدو میشم، دلم تنگ شده. خدا به همراه مهلا. هر خوبی بدی از ما دیدی رفیق خلال، مواظب خودتون باش. داری که میگوین کوبه اینم برای خیلی تنگیش دیلی منم برای اوت بخدو با سپی همه بنویس محلقا مایلشتی هم نوما نویس. لالی جون بیو بچم، بیو بخواه کده خودو فیزیکا. جان رو بردار بچه هم بردار بچه اونم
سپاس تیم سر. شدی؟ بیسلی ببینم خودتو کشتی. چی کار داره میکنه؟ ببینم تو اومده اینجا تنیس بازی کنی یا مانور ایرپلین تماشا کنی؟ آخه نمیدونی که چقدر هیجان انگیزه. کدومش؟ ایرپلین یا خلبانش؟ خلبانش فرنگیز؟ دروغ میگم بگو دروغ میگی. نه دروغ که نمیگی، فقط زیاد حرف میزنی. چه وحشتناک، چه خبرت دختر زهر ترکم کردی؟ ایرپلیناشو داشت میخورد به هم. ها؟
چی چی هاشون به هم میخورد؟ تیاره ها امول. تیاره کی؟ تازه میگه تیاره کی با کی؟ خب بیژنه میگم دیگه. امول بیا خودت نگاه کن میبینی. ناده جان، ناده بیا ببین داداشت داره انتحار میکن. چیه؟ چه خبره؟ بابا محله رو ریختی به هم. من محله رو به هم نریختم، داداشونت معرکه گرفته، محله رو به هم ریخته. اه داداش من؟ آره نادر، بیا ببین بیژن چه مانوری میده. بی خود دلتو صابون نزن ایران جون، اون به درد شما نمیخوره. نادر، نادر درستش میکنم، یه کاری کنم شب بیاد بال کلوپ ایران. بیژن کلوپ؟ بابا اون بنده خدا اسم دانسینگ فقط تو کتابای صادق هدایت خونده. خب معلومه، آخه اون دیوونه رو چه به دانسینگ حرفا میزنی ایرانا؟ خب از اتومبیل رانی که خوشش میاد، میرن خیابون زرگنده شمرونی جایی. ای بابا من میگم نره، شما میگین بدوش. بابا اون بنده خدا اصلا تو این باغا نیست. اصلا خیلی بهتر که از این کارهای بیهوده خوشش نمیاد. نادر میگم یک شنبه بیارش انجمن ایران آلمان، اونجا فیلم فیروزی اراده رو نشون میدم. بابا من چجوری بگم شما متوجه بشین آخه؟ این دعا شما به درد شما نمیخوره. همه فکر و ذکرش همین مانور و تیاره است. حالا تو بگو یارش دانسینگ و کلوپ و این حرفا. این بیژن طفل معصوم هنوز تو دوران بچگی داره سحر و سیاحت میکنه. عکس همبازیش یه لحظه ازش دور نمیشه. اه نادر نوش نشو دیگه. خب بیار سینما. میگم که ادبیات دوست داره؟ آره خیلی اهل کتاب متابه، البته بیشتر شانونه. وا همچی آدم آمالی رو میخوای چه کنی دختر؟ میخوام باهاش ازدواج کنم. وا خاک بر سرم، دختر پاک زده به سرش. تا آخر عمرت باید بری تو مطبخ، آخرش هم بشی دده مطبخی. ها خوبه؟ اگه مطبخ خونه بیژن باشه عبایی ندارم. اوه لالا، خب بیا زن خودم شو تا آخر عمرمونو با هم والس برقصی. زهر حلاهل، خب چمه کورم کچلم شلم یا گدا گدوله گلاقبام؟ راست میگه دیگه ایران جون، خب چشم اگه به سر این خوبی معلومه خیلی داره بهتون خوش میگذره. چه خبره هلو کرکرتون؟ اجازه بدین، اجازه بیجون تیم سارجون از من بپرسه، دختر گلتون براتون دوماد پیدا کردن. مبارک باشه. رضا قلی تو کی میخوای آدم بشی؟ باز از اون سوالای سخت سخت کردی یا تیم سار؟ خب این آدم خوشبخت کی هست؟ حتما نادر. نه خیر. نه بابا تیم سار، اقبال ما اینقدر بلند نیست. برادر ناده اسمش چی بود؟ بیژن. بیژن بفرمایید، با این وسیله میتونید آقا داماد اون بالا مشاهده کنید. تیمسار افسر با دیسیپلین و وطن پرستی. خوب میشناسمش، از افسرهای مورد توجه اعلیحضرته. بیژن؟ جای تعجب داره؟ نه خیر، بالاخره به خانواده‌اش رفته دیگه تیمسار. آره انگار این روزا لباس نظامی سوکسه داره. تیمسار اون شربت سکنجبین تو بخور فشارت بزنه بالا، برات خوبه. بیارش باقی شمرون، بهش چیزی نگو، فقط بیارش. نه پدر تمنا دارم، اگه میشه شما دخالت نکنید. تیمسار اگه اجازه بفرمایید همسرم یه شام مفصل درست بکنه تا همگی جمع بشیم خونه ما. میگم باعث افتخارمونه تیمسار. بله.
حسن آقا حسینی قشنگه با دارو دسته واقع لاله دار بخور بونه غره کره دار بخور بونه میشه گله دار بخور بونه آخ بابا اینقدر چوبه اون نزن حسن جو خب درد میاد آخی مذارتی سیرم نادر خان مبارکا باشه چیکا کرده اسمال دسماله جون اسمال دسمالش بکر چشم اوستا میگم آق نادر وقت کردی سویچه تو بده ستایی ببری بهش آب دربم بوشوریمه آبا قابل شما نره اختیار داری صاحبش قابل داره شبو جون شبو آقای اسکاس باشینو خبر کنی یه اسکه یادگاری باش میگیری ای بچم اسکاس باشی اسکاس باشی اسکه من بنداز آخ اسکاس باشی اسکاس باشی اسکه من بنداز اسمال دستمالی جون اسمال دستمالش بچه اصد اسد، الهی درد و بلات به جونم مادر بیا بیرون، خوبیت نداره چی شده؟ چه میدونم مادر یک کلون گفتم بی خود قشقرق را ننداز مردم میشنفن رفته تو مطبخ در رو خودش بسته چی اسد؟ آره مادر واسه فخر و سادات خواستگار اومده اینم این ماهی تو ماهی تا برفته جیلیز و ویلیز رو انداخته که یارو خواستگاره پوسگرگ به تن و پلنگ نشونه و هزار عیب و ایراد دیگه یک کلوم گفتم مگه تو اختیار داره دختر مردمی اصلا به تو چه خدای نکرده حاج قاسم بفهمه خوبیت نداره خب مثل سگ هار پرید تو دلم که چیو اینا اگه از اینجا نرن ال میکنم و بل میکنم و حالا کی هست این یه رو پسره یونس پسر یکی دونه حاج حسین قفاری بابا بی خود شلوغش کرده دیگه بی جن روز نیمده؟ نه مادر دستم به دامنت بیا تا کار دست خودش نداده بیارش بیرون خیلی خوب مادر شما برو من زبونه اینو بلدم درستش میکنم اسد اسد واسه چی مطبخ رو قرق کردی بابا واکن در مادر میخواد بادی کماجون برداره اسد تفاق کن این در رو چیه اسد سوز و بیریز را انداختی بابا این یارو ناکس انگار خوش خوار مادر نداره یه کارو با نشد اومده خواستگاری فخر سادات آخ 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 عجب معصیتی کرده این بابا خودتو مسخره شاخ شمشاد دختره دمه وقت میان خواستگاریش دیگه تو رو سننه بابا این یارو اینه درخت عرعر میمونه اگه به جای بارون آب و حیات هم از تاسمون بباره میوه نمیده حالی چود؟ صدا تو بیار پایین مردم میشتوفن ای به آخه مثل آبجی میمونه خانده داشت باری کلا پس چطور اومده بودن خواستگاری آبجی فاتی زبونتو مار گزیده بود دم نزدی پهله بون آخه اون فرق میکرد چه فرقی؟ اون آدم حسابی بود اتفاقا از بخت بعد شما این یکی هم آدم حسابیه پسر عوض این بچه بازی ها تا دیر نشده و شوهرش ندادن اون مهر دلتو بشکن دردتو بگو آخه دیر به جنبی میبرنشا قرار نهار امروز شما دوتا بپزین؟ آره اسد جون یه دم پختگی بارو گذاشه بیا تماشا کن برو پسر جای من که تو مطبخ نیست بیا ببینم بیا قربونت جا قطعی شما رفتیم تو مطبخ حرف میزنیم آخه یه مطلب سری بود این بود که رفتیم تو مطبخ چی بود؟ بابا فخر و سادات واسش خواستگار اومده خوبه که زهر ما حیا کن آقا جان تا ما دوت کلوم حرف مردونه میزنیم پاش برو رختاتو عوض کن میخوام بریم در با تو آره مگه ایبی داره آدم با خوانده هاشش بره داده هر مالا خدا مرکم بده مادر جون حواست کجاست چی شو؟ ببخشید شرمه هایش میکنم ببخشید لباستونم شرمه هایی با دست بکار کادو کردی داماد خوبیه
ببخشید. یه شرمنده این بازم. ببخشید. ببخشید. خوشحالی؟ چادرتون رو برداریم تو کوچه از سرتون نکشم. خوش اومدی. نگاه نکن. باز گفت خوش اومدی. خوش اومدی. خدا به همراهت. کبرا خانم چی شد؟ هیچی بابا، یه کاره سینی چایی رو برگردون دور پسر مردم. خاله نمیخواستی میگفتی نمیخوام پسر مردم رو چرا سوزوندی؟ صد بار گفتم نمیخوام، باز میام. واه قاسم، شما دیگه چرا میخندی؟ آقا دیر شد، باش برو رختاتو عوض کن. بدو